سلام و وقت بخیر. امروز در ویدیوی صوتی ما به معرفی یک مقاله فوق العاده و مهم می‌پردازیم. این مقاله درباره هدف یا رسیدن به خواسته ها است که به شیوه جذاب و اطلاعاتی ما را به عمق یک موضوع اساسی هدایت می‌کند. همراهان عزیز، شما بیننده و شنونده برنامه‌های ویدیویی و صوتی ما از کانال یوتیوب تلویزیون افلاک هستید، جایی که در آن به اکتشافات جالب و مفید در زمینه موضوعات مختلف خواهیم پرداخت. من و همکارانم به نوبه هم با افتخار شما را در این سفر همراهی میکنیم. ما در اینجا به دنبال ایجاد یک اجتماع پویا و دوستانه هستیم. باید داشته باشید، نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند بوده و ما را در بهبود محتویات آینده یاری میکند. در کنار هم میخواهیم اینجا را به یک فضای پر از یادگیری، معلوماتی، اطلاعاتی، هنری و تفریح تبدیل کنیم. بنابراین لطفاً نظرات، سوالات یا هر ایده‌ای که در ذهن دارید با ما در بخش نظرات یا کامنت به اشتراک بگذارید. شعار ماست: بمانید تا بدانید. در آغاز با تعریف هدف شروع میکنیم. هدف یعنی نهایتاً تعیین و تبیین یک نقطه مقصود یا حالت آینده که ما میخواهیم به دست آوریم. این فرایند با ما کمک میکند تا هدفمان را به شکل واضح‌تر و قابل اندازه‌گیری‌تر تدوین کنیم و از راهبردها و اقدامات متعدد برای دستیابی به آن استفاده کنیم. و یا هدف به معنای تعیین و تبیین یک عرض یا دستیابی به یک نتیجه مشخص در زمینه خاص است. هدف گذاری با ما کمک میکند تا به طور مؤثرتر و کارآمدتر به دستیابی به آنچه که میخواهیم برسیم و پیش برویم. پس چگونه هدف گذاری کنیم تا موفق شویم؟ بدون هدف گذاری و برنامه ریزی هیچگاه موفق نخواهیم شد، زیرا هر یک از ما به صورت فطری موجودات هدف محور در زندگی هستیم. زندگی بر پایه هدف، انگیزه و امید بنا شده است. دوستان عزیز، هدف گذاری و برنامه ریزی برای انسان مدرن امروزی از پراهمیت‌ترین عوامل رسیدن به کامیابی و خوشبختی است. در واقع زمانی که رویا و آرزوی خود را به نگارش در می آوریم، آن آرزو به هدف تبدیل می گردد و هنگامی که هدف خود را به گام‌های کوچک تقسیم کنیم، به برنامه تبدیل می شود. حال اگر متعهد به اجرای برنامه شویم، رویای ما به واقعیت تبدیل خواهد شد. این یعنی بعد از هدف گذاری در زندگی حتما باید اقدام به عمل نمود تا به اهدافمون برسیم. هدف گذاری و برنامه ریزی چیست؟ شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که اصلا اصول هدف گذاری و برنامه ریزی چیست و باید چگونه انجام شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت هدف گذاری و برنامه ریزی مشخص کردن و تعریف اهداف به صورت واضح و روشن، سپس تلاش مداوم برای رسیدن به آنهاست. این اهداف مشخص باید موارد باشند که می خواهید در آینده معین به آنها دستیابید. دوستان نهایت ارجمند، به طور کلی اهداف ما در زندگی به 6 بخش تقسیم می شوند: هدف های شادی و لذت، هدف های خانوادگی مانند نشاط و صمیمیت در خانواده، هدف های معنوی و اخلاقی مثل نماز خواندن به موقع و همیشگی در مسجد و یا رفتار و گفتار خوب در اجتماع، هدف های جسمی و سلامتی مانند رسیدن به وزن ایده‌آل، رفع مشکل دیابت یا امراض اگر وجود داشته باشد، هدف های مالی و اقتصادی مانند ارتقای شغلی، گرفتن وام، پرداخت اقساط یا قرضها، و هدف های رشد و بهبود فردی همانند رفع نقاط ضعف، حفظ و تقویت نقاط مثبت، افزایش عزت نفس و خودباوری می باشد. در اینجا رسیدیم به مزایای هدف گذاری و برنامه ریزی. دوستان عزیز، هدف گذاری و داشتن برنامه در زندگی فواید و آثار مثبت در پی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: 1. ایجاد انگیزه در فرد. یعنی هدف گذاری صحیح و درست می تواند در افراد انگیزه ایجاد کند و به مرور حال آنها را خوب نماید. 2. رسیدگی بهتر به کارها. یعنی برنامه ریزی و هدف گذاری ما را در رسیدن به برنامه های روزانه و حتی برنامه های بلند مدت نیز کمک می کند. 3. ایجاد حال خوب و انرژی مثبت.
یعنی این بخش حس بهتر به شما در زندگی می بخشد. قطعاً با این کار خود را فرد مفید و مؤثر در زندگی خواهید دید. همچنین به فرد قدرتمند، هدفمند و بزرگ تبدیل می شوید. 4. جلوگیری از هدر رفتن انرژی و زمان. 5. رسیدن به حس رضایتمندی و خوشنودی، یعنی هنگامی که به هدف می رسید و آن را تیک می زنید به حس زیبا و دلنشین رضایتمندی و خوشنودی خواهید رسید و از آن لذت می برید. 6. کنترل زندگی به دست شما می افتد. 7. اتمام به موقع کارها و پروژه ها، یعنی چنانچه در زندگی برنامه ریزی و هدف گذاری نداشته باشید سبب می شود که در کارها سهل‌انگاری کنید و آنها را نتوانید به موقع انجام دهید. 8. رهایی از سردرگمی. دوستان عزیز، طبیعتاً اگر ندانید چی باید بکنید و راه برای شما روشن نباشد دچار حیرانی و سردرگمی می شوید. این گونه می شود که راه را گم می کنید و یأس و ناامیدی به سراغتان می آید. بنابراین یکی از فواید هدف گذاری این است که شما را از سردرگمی نجات می دهد. 9. مدیریت زمان، یعنی با برنامه ریزی و هدف گذاری شما قادر خواهید بود زمان را بهتر از پیش مدیریت نمایید. و 10. افزایش امید به آینده، یعنی با هدف گذاری امید به آینده افزایش می یابد و از افسردگی و حتی خودکشی جلوگیری می کند. زیرا زندگی بدون هدف بی‌معنا می شود و نتیجه آن ممکن است به خودکشی، افسردگی و همچنین بیماری های روانی دیگر برسد. بنابراین هدف گذاری در زندگی از اهمیت بسیار بالای برخوردار است، زیرا به زندگی نظم و سازماندهی خاص می بخشد و افراد را در رسیدن بهتر به اهداف و برنامه ها یاری می بخشد. شور و اشتیاق بیشتر نسبت به زندگی پیدا خواهید کرد. همچنین مشخص کردن اهداف و هدف گذاری به ما کمک میکنند تا بدانیم قرار است در زندگی به کجا برسیم. البته یکی دیگری از اهمیت های تعیین هدف در زندگی میتواند افزایش اعتماد به نفس شما باشد، زیرا با به انجام رسانیدن کارها حس ارزشمندی، عزت نفس و اعتماد به نفس شما بالا میرود و خود را فرد مفید و مؤثر در جامعه مینگرید. در همین مورد آناتول فرانس، یکی از دانشمندان برجسته جهان، میگوید برای رسیدن به چیزهای بزرگ نه تنها به تلاش بلکه به رویا و نه تنها به برنامه بلکه به هدف نیاز داریم. بنابراین داشتن هدف و هدف گذاری در زندگی جزو واجبات محسوب میگردد. رسیدیم به قوانین هدف گذاری و برنامه ریزی که به 11 قانون مهم اشاره دارد. دوستان عزیز، قانون اول یعنی قانون باور. پس از شناسایی اهداف باید به این مسئله باور داشته باشیم که رسیدن به آنها شدنی است و هیچ غیر ممکن وجود نخواهد داشت. باور یعنی اقدام با وجود ترس، دلهره، تردید و موانع موجود. قانون دوم، اهدافتان را واضح و شفاف کنید. قانون سوم، به توانمندی های خود باور داشته باشید. قانون چهارم، با نگرش مثبت مسیر هدف گذاری را در پیش بگیرید. قانون پنجم، برای خودتان زمانهای برای استراحت نیز در نظر بگیرید. قانون ششم، بنویسید تا اتفاق بیفتد. خدا نیز در قرآن به قلم و نوشتن قسم می‌خورد و این بدان معناست که نوشتن در زندگی معجزه می‌کند. با نوشتن اهداف و برنامه ها کائنات را نیز در رسیدن به آنها مصمم میکنید. در نتیجه خواهید دید که همه چیز دست به دست هم میدهند تا شما به اهداف و خواسته هایتون برسید. قانون هفتم، تنها آرزو نکنید، اقدام کنید. قانون هشتم، در هدف گذاری به علایقتان توجه جدی داشته باشید. قانون نهم، هدف گذاری باید دقیق و برنامه ریزی شده باشد. قانون دهم، اهداف را با بیان مثبت بنویسید. به طور مثال به جای نوشتن من در کنکور شکست نخواهم خورد، بنویسید من در کنکور موفق خواهم شد و یا هستم. استفاده از کلمات با بار مثبت و معانی درست تأثیر بسیار خوب در زندگی شما خواهد داشت. و قانون 11، هدف گذاری واقعی بینانه انجام دهید. سعی کنید هدفهایتان را بر پایه آرمان و آرزوهای غیر منطقی پایه‌گذاری نکنید.
زیرا نرسیدن به آرزوهای غیر منطقی شما را نسبت به زندگی دل سرد می کند. دوستان عزیز، به طور کلی می توان هدف گذاری را به دو بخش کلی تقسیم نمود. یک، هدف گذاری کوتاه مدت، یعنی یکی از انواع هدف گذاری ها مدل کوتاه مدت است. اینها اهداف هستند که فرد در زمان کوتاه و در آینده نزدیک می خواهد به آنها برسد. این زمان عمدتاً کمتر از یک سال می باشد. جالب است بدانید که اهداف کوتاه مدت شما پلی است به سوی اهداف بلند مدت و بزرگتر و رسیدن به آینده روشن‌تر. به طور مثال، اهداف کوتاه مدت مانند کاهش وزن به اندازه 3 کیلوگرم یا 4 کیلوگرم، موفقیت در کنکور و یا در تحصیل و غیره. اهداف کوتاه مدت نیز به دو نوع کلی تقسیم می شود که عبارت است از اهداف بنیادی و اهداف موقتی. اهداف بنیادی که عمدتاً کمتر از یک سال محقق می شوند و اهداف موقتی همان طور که از اسم آن پیداست، این اهداف موقتی هستند و عموماً کمتر از یک ماه به تحقق می پیوندند. به طور مثال، تمیز کردن اتاق یا منزل می تواند جزء اهداف موقت محسوب گردد. دوم، هدف گذاری بلند مدت. هدف گذاری بلند مدت اهداف بزرگ و اصلی ما را در پی دارند. این اهداف معمولاً به مدت 10 سال یا بیشتر تحقق می‌یابند و برای آنها باید بسیار تلاش نمود. یعنی هر یک از ما دوست داریم تا در 10 سال آینده و یا بیشتر به برخی جایگاه ها در زندگی برسیم. به طور مثال، علاقه داریم به جایگاه های شغلی، تحصیلی و اجتماعی خاص برسیم و یا درآمد خاص پیدا کنیم. وسایل مورد نظر خود را بخریم و هزاران مورد دیگر. بنابراین برای رسیدن و محقق شدن آنها می بایست هدف گذاری و برنامه بلند مدت را در زندگی پیاده کرد. مثلا خرید منزل، گرفتن مدرک ارشد و غیره. در همین مورد یکی از دانشمندان دیگر جهان نیز به نام چارلز سینوبل میگوید برای اینکه از شکست‌های کوتاه مدت دل سرد نشوید، باید اهداف بلند مدت داشته باشید. دوستان عزیز، اکنون با این نکته باید اشاره کرد که اهداف بلند مدت نیز به دو دسته تقسیم میشوند که عبارتند از هدف‌های غایی، یعنی اهداف غایی به صورت کلی هستند و در جهت تعلیم و تربیت می باشند. هدف های غایی جزء اهداف کلیدی هستند که در ابتدا باید با آنها پرداخت تا بتوان به اهداف مدام العمر دست یافت. و هدف های مدام العمر، یعنی اهداف مدام العمر عمدتاً بیش از 10 سال و یا تا آخر عمر زمان می برند. البته این اهداف در ابتدا به صورت کلی به نظر می رسند، اما زمانی که آنها را پیش ببرید معنا و مفهوم خاص پیدا خواهند کرد. در اینجا می پردازیم به تفاوت اهداف کوتاه مدت و بلند مدت. همان طوری که در توضیحات پیشین نیز ذکر شد، اهداف بلند مدت از اهداف اصلی و پر اهمیت زندگی هر فرد محسوب می شود. اما اهداف کوتاه مدت هدف‌های مقطعی ما هستند که در مدت زمان کوتاه‌تر به وقوع می‌پیوندند. البته تحقق اهداف بلند مدت و تحقق اهداف کوتاه مدت نیز بستگی دارد. پس چگونه هدف گذاری کنیم؟ ابتدا یک دفتر یا کتابچه نوت برای این کار بردارید. خوب فکر کنید، اهداف و آرزوهای خود را به یاد آورید، اهداف را به طور کامل شناسایی کنید، سپس در ابتدای دفتر اهداف کوتاه مدت و در انتهای دفتر اهداف بلند مدت خود را بنویسید. تمام موارد را به طور کامل لیست کنید و سعی کنید چیز را از قلم نیندازید. دوستا، این نکته خیلی مهم است. توجه خاص داشته باشید. اهداف باید طبقه بندی و اولویت بندی شوند. اهداف مهم را در اولویت های اول قرار داده و سپس اهداف کم اهمیت تر را در رده های پایین تر قرار دهید. هر زمان به هر هدف رسیدید، آن را تیک بزنید. می توانید بعد از رسیدن به هر هدف به خودتان پاداش بدهید. یعنی آخر هر شب عملکردها و اقدامات خود را ارزیابی کنید تا بهتر بتوانید به سمت و سوی هدف گذاری مورد نظر خود حرکت کنید. سپس برنامه روز بعد خود را به نگارش در بیاورید و روز بعد را مؤثرتر از روز پیشین پیش ببرید.
هدفگذاری هایتان را خرد کنید تا بهتر به آنها برسید. این کار باعث سبکتر به نظر رسیدن اهداف می باشد. در این صورت سبب می شود تا شما اهداف را به صورت دست نیافتنی و همانند غول نبینید، چون مغز انسان به واکنش های احساسی مپاسخ می دهد. بنابراین هنگامی که اهداف ساده را برای خود تعیین می کنید، بررسی و رسیدگی به آنها نیز راحت تر می شود. در واقع اهداف هر چقدر کوچکتر شوند، بهتر می توانید با آنها رسیدگی کنید و استرس شما نیز قطعا کاهش می یابد. برای رسیدن به اهداف آنها را تجسم کنید. جالب است بدانید در جهت رسیدن به اهداف علاوه بر اقدام و عمل، تجسم و تخیل نیز می تواند شما را در رسیدن به اهداف دلخواهتان یاری برساند. دوستان عزیز، هر قدر میزان تجسم شما خلاقانه تر و قوی تر و نزدیک تر به واقعیت باشد، تجسم شما بهتر به وقوع خواهد پیوست. در نتیجه بهتر است فکر کنید به خواسته ها و هدف گذاری های خود رسیده اید و حس حال آن زمان را کاملا حس نمایید. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که تجسم تنها و بدون عمل و تلاش هیچ گونه فایده و اثر مثبت نخواهد داشت. پس علاوه بر تخیل قوی، برنامه و تلاش را در مسیر خود نیز قرار دهید. بنابراین در زمان هدف گذاری احساس خوب داشته باشید. با دید مثبت و حس خوب هدف گذاری را بنویسید و برای آنها اقدام کنید. البته این بدان معنا نیست که مشکلات را نبینید، چرا که باید مشکلاتی که احتمالاً دارد به وقوع پیوندد را نیز پیش بینی کرد. اما به طور کلی می بایست در راه رسیدن به اهداف خوشبین بود. در این مورد فریدریش نیچه یکی از نویسندگان می گویند کسی که دلیل برای زندگی دارد می تواند تقریبا هر طریق را تحمل کند. یعنی به توانمندی های خود ایمان داشته باشید. باور قلبی و ایمان به توانایی ها موجب ارتقای شما در زندگی می شود. بنابراین خود باوری را تمرین کنید و در خود افزایش دهید. توانمندی های خود را شناسایی کنید و برای بالا بردن آنها تلاش کنید. یعنی هدف ها باید قابل دسترسی باشند. اهداف ابتدایی به دلیل این که ذهن شما بتواند باور کند می بایست قابل دسترسی و بر اساس عقل و منطق برنامه ریزی شوند. به طور مثال که در این کتاب آمده، کسی که آسم دارد نمی تواند هدف گذاریش این باشد که آتش نشان شود. پس برای شروع هدف گذاری های غیر قابل دسترس انتخاب نکنید تا ناامید نشوید. دوستان، پیش از هدف گذاری به گذشته نیز نگاه کنید. سعی کنید قبل از هدف گذاری به گذشته خود نیز نگاه داشته باشید و اشتباهات و مشکلات کارهای گذشته خود را نیز بررسی کنید. بنابراین با هدف گذاری شادی را به خانه های خود دعوت کنید. هدف داشتن در زندگی شما را از افسردگی و غم و اندوه می رهاند. اگر خواهان زندگی شاد و رضایتمند هستید، هدف گذاری را فراموش نکنید. بزرگ فکر کنید و اهداف بزرگ معین کنید. همان طوره که می دانید پیامبران الهی هم ثروتمند بودند و هم خواسته های بزرگ از خداوند داشتند. خداوند متعال نیز نه بخیل است و نه چیز از او کم می شود که خواسته های بزرگ شما را برآورده کند. پس بزرگ فکر کنید و اهداف و خواسته های بزرگ از خداوند بخشنده مهربان طلب کنید. باز هم تکرارن دفتر هدف گذاری داشته باشید. برای هدف گذاری و برنامه ریزی حداقل یک کتابچه معمولی داشته باشید. هر چقدر این دفتر زیباتر و خلاقانه تر طراحی شود، به انگیزه شما نیز کمک میکند. دوستان، تلاش کنید منظم و خلاقانه هدف گذاری کنید. بنویسید تا اتفاق بیفتد. بیاد داشته باشید اهدافتان را به هیچ کس نگویید. هدف گذاری شما باید مثل یک راز باشد میان خود و خدایتان. با افشا کردن و گفتن آنها به هر کس ممکن است آنان شما را از اهدافتان دل سرد کنند و یا مانع رسیدن شوند. همیشه میگویند اهدافت را به کس نگو، بلکه نتیجه اش را به آنها نشان بده. زمانی که اهداف خود را نوشتید، برای آنها دنبال روش و راه حل باشید. با بررسی و فکر دقیق و عمیق می توانید به بهترین راه حل ها برسید. به ندای درون خود به خوبی توجه کنید.
حتی می توانید از افراد متخصص کمک بجوید. باید در اینترنت در آن زمینه جستجو کنید و از اطلاعات به دست آمده استفاده نمایید. نکته مهم اینجاست، شکرگزاری روزانه را فراموش نکنید. دوستان نهایت ارجمند، می توانید در قسمت از دفتر هدف گذاری شکرگزاری از داشته ها را نیز انجام دهید. به قول معروف، شکر نعمت نعمتت افزون کند. در جهت بهتر نتیجه گرفتن از هدف گذاری، تمرین شکرگزاری از خداوند متعال را نیز قطعا در نظر گرفته باشید. مسئولیت اهداف را خودتان بر عهده بگیرید. بهترین شخصی که میتواند به شما در زندگی کمک کند خود شما هستید. پس از هیچ کس هیچ انتظار نداشته باشید. درست است که میتوان از مشورت با افراد متخصص و خبره بهره برد، اما نباید با آنها برای رسیدن به اهدافتان وابسته باشید و انتظار داشته باشید که حتما آنها کمک شایان به شما داشته باشند. پس خودتان پشت سر خودتان باشید و بس. در صورت نیاز هدف گذاری های خود را بازبینی کنید. هر چند وقت یک بار هدف گذاری ها را بازبینی و بررسی کنید تا مشکلات حین اقدام برطرف شوند. و در سخن پایان باید گفت، هدف گذاری و برنامه ریزی شما را برای رسیدن به اهداف و برنامه هایتان یاری می رساند. همچنین می توان گفت هدف گذاری و برنامه ریزی به ارتقای رشد شخصی نیز کمک می کند. در این مورد دنیس ویتلی در زمینه هدف گذاری می گوید، دلیل این که بیشتر افراد هرگز به اهدافشان نمی رسند این است که آنها را مشخص نمی کنند یا به طور جدی آنها را باورپذیر و دستیافتنی نمی دانند. بنابراین افراد برنده می توانند به شما بگویند که مقصدشان کجا است، در طول مسیر چه برنامه دارند و می خواهند همراه با چه کسان این مسیر را طی کنند. دوستان نهایت عزیز، باز هم با تشکر از شما برای حضورتان و منتظر دیدن نظرات واقعی و سازنده‌تان هستیم.